یکی از مهمترین مواردی که توی سلامتی و یا عدم سلامتی تاثیر خیلی زیادی میتونه داشته باشه مصرف آنتیبیوتیک هست باور من بر این هستش که حالا باور من ولش کنید باور علم پزشکی در امریکا یعنی American Medical Association که این قلم طرفدار دارو و به هر حال اینها هستن خودشون خودشون میگن 93 درصد مواقعی که پزشکان آنتیبیوتیک تجویز میکنن اشتباهه به اشتباه انجام میدن به نظر من شاید بالای 97 درصد باشه یا 98 درصد باشه اون دو سه درصد خیلی مهمه به خاطر اینکه وقتی که آدم جونش در خطره و یا بدنش خیلی بیش از حد عفونت باکتری به وجود اومده باید حتما به پزشک شوش کنه و اونو مصرف کنه ولی خب خیلی از موقع ها ما میتونیم با اون مواد طبیعی این کارو بکنیم و یه مقدار از عفونت ها رو از خودمون دور بکنیم و یا جلوگیری جلو, گیر جلو گیر بکنیم از گرفتن بعضی از این عفونت ها البته مصرف آنتی بیوتیک تحت نظر پزشک اگر اگر پزشکتون رو انتخاب کردین حتما به حرفش گوش کنید ولی خب سعی کنین که انتخابتون در پزشک بهتر باشه و انتخاب های درستری داشته باشین و همچنین مطمئن باشین که اگر عفونتی دارین بتونن متوجه بشن که این عفونت شما ماهیتش باکتری ویروس فانگس و یا قارچیه و یا انگل و غیره به خاطر اینکه آنتی فقط روی تنها چیزی که کار میکنه باکتری هست اونم هم نه همه باکتری ها حالا طبیعی یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه کلویدیال سیلور هست و یا آب نقره که در قدیما قبل از اینکه اصلا آنتی به وجود بیاد از این استفاده میکردن برای به مبارزه با بسیاری از عفونت یکی دیگه اصاره برگ زیتون هست که پر از مواد انتیبیتیک درش هست که طبیعی که هم برای ویروس ها و هم برای باکتری ها و انگل ها و غیره بسیار میتونه مناسب باشه برای اینکه اونها رو در بدن کم کنه یا جلوگیری بکنه از ورودشون یا از زیاد شدنشون یکی دیگه اصاره هسته گریپ فروت هست و یا به عبارتی فکر میکنم دارابی میگن به فارسی اساره هسته انگور از او او میخوام هسته گریپ فروت که بهش میگن گریپ فروت سید و در اینجا پیدا میشه نمیدونم در ایران چه جوری میتونید تهیه کنین ولی اون هم خیلی میتونه کمک بکنه امروزه لیکوید اکسیژن یعنی اکسیژن به صورت مایع هستش که میفروشن و اون هم میتونه باز خیلی کمک بکنه برای از بین بردن هر گونه باکتری و ویروس و غیره علاوه بر اینها البته اگر سعی کنید که خب یک رژیم غذایی سالم داشته باشین و موادی استفاده کنید که سیستم دفاعیتون رو ببره بالا اونها هم خیلی میتونه مهم باشه یکی دیگه از مهمترین چیزی که میتونید مصرف کنید سیر هست که واقعا شناخته شده که بسیار میتونه مفید باشه برای مبارزه با هر گونه از این میکروب ها یه گیاه دیگه هم وجود داره به نام گلدن سیل که به فارسی نمیدونم چی میشه گیاه ای وجود داره به نام اورگانو که به فارسی میگن آویشن و اویل آف اورگانو یعنی روغن اون آویشن یکی از قوی ترین چیزهای هستش که میتونه مبارزه بکنه با میکروب های مختلف